شب‌های بلند پاییز بهانه‌ای شده برای گرد همایی نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغان مهاجر در کانادا. شب شعر مهرگان میزبان نویسندگان و شاعران از سراسر تورنتوی بزرگ است تا آثار و شعرهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. شعرهایی که روایتگر درد و رنج مردم افغانستان است که در نظام طالبانی به سر میبرند، به ویژه روایتگر وضعیت زنان در افغانستان امروزی. افغانستان متاسفانه باید بگویم که تمام همون جغرافیا خودش سوژه هست برای نوشتن، برای فیلم، برای هنر و کاملا درک میشه و من خودم بسیار زیاد الهام گرفتم از انفجارها، از انتحاری ها، از رنج و مظلومیتی که زن در افغانستان میکشه. همیشه من الهام گرفتم. نوای خوش موسیقی هرچند برای لحظات کوتاه آرامش، دلگرمی و شادمانی را برای مهاجران دور از وطن برمغان می آورد و خاطرات سرزمین مادری را در جان شنوندگان زنده می کند. هر بار که این نوا به گوش می رسد، غبار دلتنگی ها را از میان می برد. به ویژه در این روزها که دلتنگی از یک سو و مشکلات زندگی مهاجران از سوی دیگر دلها را می فشارد. چند دقیقه در یک جمع از وطندارا و گفت و شنود، شعر و موسیقی واقعاً یک لذت است که ما نمیتونیم در همه جا داشته باشیم، چون قسم که شما میفهمین زندگی در مسافری یا در خارج از کشور واقعاً سخت و دشوار است. این درختان بلند این رویداد فرهنگی برای نخستین بار در تورنتو از سوی انجمن خانه فرهنگ برگزار می شود. میزبانان این برنامه آن را فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ کهن جامعه فارسی زبان و بهانه‌ای برای گسترش مهر، دوستی و پیروزی نیکی بر بدی می دانند. مهرگان در سده های گذشته صرف مردم ما در همین فصل تجلیل می شد و دوم ما خواستیم که یک بار همی ارزش فرهنگی و تاریخی باستانی ما را احیا کنیم در شهر بزرگ تورنتو. پس از تسلط طالبان در افغانستان برگزاری چنین برنامه های فرهنگی ممنوع و خلاف شریعت اسلامی خوانده شد. اما فرهنگیان بر این باورند که چنین اقدام طالبان را می توان مقابله با فرهنگ، زبان و ارزش های پیشین تعبیر کرد. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.